این حرفا سیاسی کاریه، برای اینکه یکی از عوامل اصلی اتفاقی که افتاده خود حجاج ایرانی هستند. از افرادی که در محل بودن شنیدیم که خیلی از حجاج ایرانی در یک تقاطع واساده بودن و شعار میدادن لبیک یا حسین. همین توقف باعث شده صفوف حجاج پشت سری هم تحت تاثیر قرار بگیره. ایرانی ها قبل از مراسم هم گفته بودن که این یه فرصته، یه گرد همایی سیاسی که باید ازش استفاده کرد تا شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و از این جور شعارا سر داد. همین یکی از دلایل اصلی بود که باعث شد ازدحام به وجود بیاد و این فاجعه رخ بده. گفت تمام تجهیزات دنیا رو برای حجاج آماده بکنن. وقتی خود ما در رفتار و در کارمون حواسمون درست نیست چه میشه کرد؟ ولی به خصوص حجاج آفریقایی که دقیقاً به نظر من این حکومت‌هاشون وقتی آجی رو می‌فرستن باید یه تعلیم و تربیتی هم بهش بدن. منظره‌های شما اونجا می‌بینید، حجاج آفریقایی، حجاج پاکستانی، بنگالی، اینا که میان باید تربیت بکنه انسان. آقا قرن 21مه، سالها موقع سعی بین صفا و مروه وقتی حاجیا می‌رفتن این راه رو که برای رسیدن به منا میرفتن پیاده طی میکردن، وسط را یه جا ازدحامی میشد، میریختن رو هم و یه عده تلف میشد. سالها همیشه تاریخ هم بخونید، سفرنامه های از قدیم تا حالا رو این اتفاق میفته. هر چقدر در هر جای دنیا هم بود تجهیزات بسازید، مأمور بذارید، بازم وقتی اینا میریزن کارشون نمیشه کرد. حضورتون عرض کنم دولت جمهوری اسلامی میخواد قضیه رو سیاسی کنه، که در طول این 7-8 سال اخیر آنقدر تأسیسات در مکه و در منا و عرفات و صفا بین صفا و مروه ایجاد شده برای اینکه جلوی چنین حادثه‌ای گرفته بشه. حجاج آفریقایی به ویژه برای چنین مراسمی آمادگی ندارن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.